تو دنیای امروز اطلاعات سرمایه حساب میشه مخصوصا اگر این اطلاعات در زمینه بازار بزرگی مثل بازار ارزهای دیجیتال باشه کانال کریپتو فارسی رو مشاهده میکنید و تو این ویدیو قرار چند تا از بهترین منابع اطلاعاتی که در زمینه ارزهای دیجیتال توی اینترنت وجود داره رو بهتون معرفی کنم خوش آمدید و لطفا تا انتهای ویدیو با من همراه باشید قبل از اینکه شروع بکنیم لطف میکنید اگر کانال من رو لایک و سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله هم بزنید تا از جدیدترین ویدیویی که براتون میسازم و میتونه کمکتون بکنه که سود بیشتری تو این بازار به دست بیارید استفاده کنید خیلی پیش میاد که دوستان از من منابع اطلاعاتی در زمینه ارز دیجیتال میخوان چه در زمینه ترید و چه در زمینه فاندامنتال و تو این ویدیو من چند تا از بهترین منابعی که خودم استفاده میکنم رو میخوام بهتون معرفی بکنم اولین مورد وبسایت ارز دیجیتال.com هستش. این وبسایت که در سال 1396 توسط آقای حمید رضا شعبانی تأسیس شد امروزه تونسته تبدیل بشه به یکی از بهترین و بزرگترین منابع فارسی زبان برای دوستداران ارزهای دیجیتال از افراد کلیدی این پروژه میشه به آقای محمد آذرنیوار که الان به عنوان سردبیر مشغول فعالیت در این پروژه است اشاره کرد این دو نفر به همراه یک تیم جوان هر روز مطالب خیلی باارزشی رو توی وبسایتشون منتشر میکنن از اخبار و تحلیل و مقالات گرفته تا چارت قیمتی و بقیه شرایط چارت قیمتیشون رو از وبسایت تریدینگ ویو گرفتن که کاملا امکانات خوبی داره و از دیگر امکاناتی که میشه توی این سایت بهش اشاره کرد قسمت استک ارزهای دیجیتالی که میتونید تمامی سوالایی که راجع به ارزهای دیجیتال دارید اونجا بپرسید توی این بخش کلیه ی قسمت ها بندی شدن مثلا اگر شما در مورد ماینینگ سوالی دارید یا اگر در مورد ارزهای دیجیتال سوالی دارید در مورد بلاک چین میتونید وارد هر قسمت بشید و سوال خودتون رو بپرسید و اونجا افرادی هستن که بهتون کمک بکنن این وبسایت یک ماشین حساب هم داره که مخصوص استخراج ارزهای دیجیتاله و برای کسایی که میخوان تخمین بزنن که آیا ماینینگ میصرفه براشون یا نه میتونن برن تو این ماشین حساب و حساب کتاب بکنن ببینن ارزه دیجیتال استخراجش براشون به صرفه هست یا نه برای کسایی که راحت با گوشی کار بکنن این وبسایت کانال تلگرام داره و همینطور کانال اینستاگرامی که میتونید با فالو کردن و دنبال کردنشون از اطلاعاتی که توی اینستاگرام و تلگرام میذارن استفاده بکنید جالبه بدونید که من خودم هم با همین وبسایت ارز دیجیتال کار خودم رو شروع کردم یعنی به محض اینکه یه چیزهایی راجع به بیت کوین و ارزهای دیجیتال شنیدم وقتی توی اینترنت سرچ کردم این وبسایت رو دیدم البته اون موقع این وبسایت اینجوری نبود و خیلی محدودتر و ساده تر بود دومین دو منبع اطلاعاتی که میخوام بهتون معرفی بکنم وبسایت میهن بلاک چین هست این وبسایت هم در سال 1395 ایجاد شد و رسالتش ایجاد آگاهی در زمینه ارز دیجیتال برای ایرانیا بود تو این وبسایت هم میتونید اطلاعات بسیار خوبی پیدا بکنید اخبار مقالات چارت ها تحلیل ها و هر آنچه که لازمه میتونید توی این سایت پیدا بکنید خوبی استفاده از سایت ها اینه که از افرادی که به صورت مبتدی شروع میکنن تا چه افراد متوسط چه حتی افراد حرفه ای میتونن از این وبسایت استفاده بکنند فرض بکنید که من یک فرد مبتدی هستم و میخوام بدونم که چطور میتونم بیت کوینم رو از یه آدرس به یه آدرس دیگه بفرستم میتونم با سرچ کردن توی نوار ابزار این وبسایت اطلاعات لازم برای این کار رو پیدا بکنم یا من یه آدم بسیار پیشرفته هستم و میخوام بدونم که قراردادهای هوشمند چطور انجام میشه میتونم با سرچ کردن عبارت قراردادهای هوشمند اطلاعات لازم رو تو این زمینه پیدا بکنم علاوه بر چهار تا تحلیل و مقاله که تو این وبسایت هم ارائه میشه این وبسایت هم یه قسمت پرسش و پاسخ داره که میتونید سوالاتتون رو بپرسید و براشون پاسخ دریافت بکنید اما چند تا نکته جالب راجع به این وبسایت بهتون اشاره بکنم این وبسایت یه امکانی داره که خیلی به نظر من جالبه امکان اینه که شما میتونید متوجه بشید که تو کدوم صرافی بهترین قیمت برای خرید و فروش ارز مورد نیازتون در حال انجامه توی قسمت سرویس صرافی ها که برید میتونید ببینید که مثلا بیت کوین رو تو کدوم صرافی میتونید به پایین ترین قیمت بخرید و تو کدوم صرافی میتونید به بالاترین قیمت بفروشید و این برای کسایی که آربیتراژ کار هستن میتونه خیلی امکان جالبی باشه اگه میخواین راجع به آربیتراژ ارزهای دیجیتال اطلاعات بیشتری به دست بیارید، پیشنهاد میکنم که این ویدیویی که براتون گذاشتم رو ببینید. تیم میهند بلاکچین یک کانال تلگرامی و یک کانال اینستاگرام هم داره که خیلی کانالاشون جذابه. به عنوان مثال توی کانال اینستاگرام میهن بلاکچین هر چند وقت یه بار یه سری مسابقه برگزار میشه که کسایی که اطلاعات راجع به ارز دیجیتال داشته باشن میتونن تو اون مسابقه شرکت کنن و یه جایزه ای میگیرن و همینطور هر چهارشنبه این مجموعه یک لایو میذاره توی اینستاگرام که به پرسش و پاسخ اختصاص داره و یه موضوع خاص رو مطرح میکنن مثلا یه مدت راجع به صحبت میکنن و بعد پرسش و پاسخ اعضایی که میتونه خیلی جالب باشه برای کسایی که به دیجیتال علاقه دارن از اونجایی که اسامی کسایی که تو این وبسایت هستن رو تو وبسایتشون نزده بود من فقط یکی دو نفرشون رو که فکر میکنم از قبل اسمشون رو شنیدم میگم امیدوارم که اسمشون رو درست بگم یکی از این افراد خانم سانازه که همین لایف های اینستاگرامی رو ایشون انجام میده اطلاعات خیلی خوبی داره و پیشنهاد میکنم حتما اگر میتونید لایف هاشون رو توی اینستاگرام ببینید و یکی دیگه هم یه آقای هستن که اسمشون علیه همینقدر میدونم و ایشون هم فکر میکنم یکی از از کلیدی این وبسایت باشن و یه داستان جالبی راجع به ایشون وجود داره اینی که توی یکی از ویدیوهاشون فکر کنم گفتن که یه مقدار اون اوایل که وارد ارز دیجیتال شده بودن روی یک کدوم از این پروژه های اسکم و کلاهبرداری سرمایه گذاری کرده بودن و انگار این مقدار از دارایشون از دست داده بودن و خیلی براشون سخت بوده و جالبه بدونید که یکی از کارهای خوبی که این وبسایت میکنه اینه که خیلی سریع پروژه های کلاهبرداری رو رو میکنه و اجازه نمیده که خیلی بزرگ بشن این کار کار سختیه و خیلی کاریه که باعث میشه که حجم علیه این سایت زیاد بشه اما کار خیلی قشنگیه به خاطر اینکه خدا میدونه که تالا چقدر از سرمایه های هموطنانمون رو با این اطلاع رسانی ها نجات دادن البته این براشون یه سری سختی هم داشته خلاصه که این وبسایت هم یکی از وبسایت هایی که حتما میتونید چه از خودش چه از کانال تلگرامش و چه از اینستاگرامش اطلاعات خیلی خوبی به دست بیارید دو تا وبسایت قبلی یه جورایی هم جنبه وبسایت‌های خبری داشتن و هم یه جوری جنبه دایرت المعارف دارن برای ارسای دیجیتال اما موضوع مورد بحث و محبوب این روزهای ارسای دیجیتال ترید کردن ارزهای دیجیتاله خوشبختانه ترید کردن به واسطه اینکه از قبل هم وجود داشته چه در زمینه بورس چه در زمینه فارکس و چه حالا هم که در زمینه ارزهای دیجیتال وجود داره اطلاعات آموزشی تقریبا خوبی در موردش هست اما اینو باید بدونید که ترید کردن توی ارزهای دیجیتال یه مقدار با ترید کردن توی فارکس و توی بازار بورس متفاوته میشه گفت که این ارزهای دیجیتال یه ذره چغرتر و بد بدنتر و تحلیل ناپذیرتر از بازارهای فارکس و بازار بورس اما همچنان میشه با استفاده از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن تا حد خوبی به ترید ارزهای دیجیتال پرداخت همونطور که گفتم تو این زمینه اطلاعات خوب زیادی هست میتونید حالا توی جای مختلف سرچ بکنید اما دو تا از کسانی که میتونم بگم اطلاعات خوبی در این زمینه دارن یکیشون آقای گلشاهیانه و یکیشون آقای خاکستر اگر بخواید به صورت رایگان ترید کردن رو یاد بگیرید میتونید از همین دو نفر استفاده بکنید بستگی به این داره که خودتون به چه کسی میتونید ارتباط برقرار کنید به جز این دو نفر افراد خوب زیاد دیگه هم هستن میتونید برید ازشون ترید کردن رو یاد بگیرید تا مبحث ترید کردن بازه دو تا نکته رو من بهتون بگم یکی اینکه اگر میخواید ترید کردن رو یاد بگیرید فکر نکنید که با یه روز و دو روز و یک ماه و سه ماه و شش ماه میشه تریدر شد تریدر شدن احتیاج داری که به اون که مفاهیم ترید رو کامل یاد بگیرید و بعد تجربه کنید اونها رو و نکته بعدی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که دوستان من عزیزان من برادران و خواهران من تا جایی که میتونید فکر گرفتن سیگنال رو از ذهنتون بیرون کنید من راجع به تحلیل صحبت نمیکنم، و تحلیل گرفتن خیلی هم خوبه اگر متوجه بشید که این تحلیلگر چرا این تحلیل رو انجام داده که فب حل مراد اما لطفا دور سیگنال گرفتن رو خط بکشید من میدونم که همتون دوست دارید کسب درآمد کنید کسب سرمایه بکنید و دوست دارید پولدار شید من خودم هم, هم اما چیزی که تجربه نشون داده اینه که کانال های سیگنال دهی اگر باعث خالی شدن جیبتون نشن باعث پر شدنش نمیشن ببینید من این موها رو نمیدونم میبینید یا نه تو آسیاب سفید نکردم درسته که خیلی سفید نشده ولی بعضی سفید شده دلیلش هم اینه که توی بازار سعودی که الان داخلش هستیم هر کسی میتونه یه سیگنال بده و حتی شما سیگنال هم نگیرید خود به خود سود میکنید اما تجربه نشون داده که این کانال ها نمیتونن در بلند مدت به انتظاراتی که افراد ازشون دارن پاسخ بدن و بعد زمانی که بازار یه مقدار شرطش عوض میشه تمام اون که رو کردی شما از دست میدید پس لازم نیست که پولتون رو به خاطر کانال های سیگنال دهی حرام کنید میتونید از همین محتوایی که توی اینترنت هست به صورت رایگان استفاده بکنید برای اینکه مسجل بشه براتون این مسئله دو تا ویدیو من گذاشته بودم میتونید تاریخ انتشارشون رو نگاه کنید راجب آدا و یه دونه هم راجب بستن یه سبد سرمایه گذاری فقط ببینید که از زمان انتشار این ویدیوها تا همین الان ارزهایی که معرفی کردم توش چند درصد سود داده همه اینا رو بهتون گفتم که فقط ازتون خواهش کنم توی کانال های سیگنال دهی پولتون رو حروم نکنید خب حالا که با این منابع آشنا شدیم بذارید بریم سراغ منابع ویدیویی طبیعیه که انسان ها با ویدیو میتونن مطالب بیشتری یاد بگیرن فرض بکنید که شما راجع به بیت کوین و بلاکچین میخواید یه متن بلند بالا بخونید یا اینکه یک ویدیو ببینید طبیعیه که یاد گرفتن در مورد مفاهیم کریپتو خیلی ساده تره اگر به صورت ویدیو تهیه شده باشه تا اینکه یک مقاله بلند بالا باشه و اونجاست که میرسیم به بزرگترین دانشگاه جهان یعنی یوتیوب متاسفانه من کانال های یوتیوب ایرانی که در زمین عرصه دیجیتال کار بکنن رو خوب نمیشناسم با اینکه میدونم کانال های زیادی تو این زمینه دارن محتوا منتشر میکنن اما من دنبال یه محتوایی هم که بتونه واقعا ارزش آفرین باشه و برای مخاطب مفید باشه پس لطفا اگر کانال یوتیوبی رو میشناسید که به زبان فارسی تولید محتوا میکنه و میتونه برای مخاطبان مفید باشه و ویدیوهاشون واقعا ویدیوهای جالب و آموزندهیه لطفا توی کامنت ها برام بنویسید تا دوستاتون بتونن از این ویدیوهای این کانال ها استفاده بکنن اما شاید جالب باشه براتون که بدونید اصلا چی شد که من این کانال کریپتو فارسی رو ایجاد کردم و شروع کردم به ساختن ویدیو توی این کانال خب منم مثل هر آدم دیگه‌ای چند سال پیش که شروع کردم به یاد گرفتن راجع به عرصه دیجیتال هدفم این بود که بتونم پولدار بشم و پایین بخرم و بالا بفروشم و ترید بکنم و خلاصه وارد شدم تو دنیای ارزهای دیجیتال از یه طرف فاندامنتال از یه طرف ترید و تکنیکال خلاصه اوایلش سود کردم و خیلی خوشحال بودم بعد توی پروفایلم عکس پروفایلم این بود که دنیامو میسازم یه نفره و دنیا وایس حالا دارم میام و به سمت بینهایت و فراتر از آنو و خلاصه از اینجور چیزا که اون روی به ارزهای دیجیتال رو هم شناختم سه همینجوری بالا پایین ارزهای دیجیتال رو دیدم و همینطور سعی میکردم که اطلاعاتم رو زیاد کنم که بتونه بهم کمک بکنه که پول بیشتری در بیارم تو این بازار و جالبه بدونید که هرچی بیشتر راجع به ارزهای دیجیتال مطالعه میکردم بیشتر متوجه میشدم که ارزهای دیجیتال بجز وسیله ترید کردن و خرید و فروش و پولدار شدن چیزهای دیگه ای هم برای ارائه کردن دارن از آزادی مالی که بیت کوین در سرش داره تا قراردادهای هوشمند اتریوم تا اوراکلهای های چین لینک و خلاصه هر ارز دیجیتال با پشتوانه یک دنیا و یک تکنولوژی جدید برای خودشه هر چقدر بیشتر تمرکزم رو از پول درآوردن گذاشتم رو خود تکنولوژی و یاد گرفتن تکنولوژیش تونستم درآمد بیشتری از این بازار به دست بیارم این داستان تا جایی پیش رفت که دیگه کاملا به عرصه دیجیتال علاقه من شدم و تصمیم گرفتم که کار و زندگی خودم رو ول کنم و یک راست و مستقیم برم سراغ عرصه دیجیتال و به صورت تمام وقت روی عرصه دیجیتال کار کنم و هر روز عشق و علاقه من به عرصه دیجیتال بیشتر و بیشتر شد و اینطوری شد که تصمیم گرفتم که این عشق و علاقه ای که دارم با افراد دیگه ای که ممکنه به این مسئله علاقه مند باشن تقسیم کنم در صورت جا داره که اینجا از همه کسایی که منو دنبال میکنن و کامنت میذارن و لایک میذارن هم تشکر بکنم ممنونم که با من همراهید و بهم به انرژی میدید اما قبل از اینکه این ویدیو رو تمومش بکنیم اجازه بدید دو تا کانال یوتیوب دیگرم بهتون معرفی بکنم که کانال های بسیار بسیار خوبی هستن اولین کانالی که میخوام بهتون معرفی بکنم به زبان انگلیسی است و اسم این کانال کوین برو هست یکی از بزرگترین کانال های یوتیوب در زمینه ارزهای دیجیتاله و مطالب بسیار بسیار خوبی رو تو این زمینه منتشر میکنه مطالبش رو سعی میکنه کاملا ساده و مفهومی بیان بکنه و کاملا از مطالب با ارزشی که بیان میکنه مشخصه که چقدر وقت و انرژی پای مطالبی که آماده میکنه هست اگر زبان انگلیسیتون خوبه حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این کانال رو که یکی از محبوبترین و مشهورترین و بهترین کانال ها در زمین ارز دیجیتاله دنبال بکنید. کانال دومی که میخوام بهتون معرفی بکنم متعلق به آقای اندرو جیک هست ایشون تو کانالش در مورد موضوعات اقتصادی بیشتر صحبت میکنه و خب طبیعیه که یه سری از ویدیوهاش چون مربوط به آمریکاست به درد ما نمیخوره اما ویدیوهایی که راجع به ارزهای دیجیتال منتشر میکنه واقعا از هر نظر عالیه نه تنها مفاهیم ارزهای دیجیتال رو بسیار ساده و مفهومی توضیح میده بلکه کیفیت ساخت ویدیوهاش و کارگردانی ویدیوهاش انقدر قشنگه که به محض اینکه ویدیو منتشر میکنه من خودم یکی از اولین نفراتی هم که ویدیوهاشو رو میبینم و البته از تعداد سابسکرایبرهاش و از تعداد بازدیدهایی که ویدیوهاش میخوره کاملا مشخصه و میتونم بگم که تک تک لحظاتش برای بیننده لذت بخش کانال های دیگه هم هستن که خوب دنبال بکنید مثل کانال بیت بوی، کانال اینوست انسر و چند تا کانال دیگه که در زمینه عرصه دیجیتال فعالیت میکنن. اگر فکر میکنید که یک منبع اطلاعاتی خیلی خوب هست که من ازش اطلاع ندارم و میتونه کمک بکنه به دوستاتون که اطلاعات خیلی زیادی ازش به دست بیارن، لطفا این پایین توی قسمت کامنت ها بنویسید، ویدیو رو لایک و سابسکرایب بکنید و ممنون ازتون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی خداحافظتون.